ناشناس در مورد اظهارات خود مبنی بر کتاب پټه خزانه که در کتاب ناشناس ناشناس نیست درج می باشد چنین گفت: در زمان محمد هوتک و شاه حسین فرزند میرویس، او برای محمد هوتک که عضو دربارش بود گفت که امی هر زبان از خود تاریخ داره، زبان پشتو تاریخ نداره. اما آدم با تحقیق شروع کرد، مگر تحقیقش روی اساسات حقیقی تحقیق و پژوهش استوار نبود. از او پرسان کرده، از او پرسان کرده، از او پیر مرد بود، از او پیر زن پرسان کرده، اونا چیزی که برش گفتن که در چیزی بود. در علما هم تر آمده که امیر کرول کدام نفر بوده 12 سال یا 13 سال پیش، و امیر شیره گفته که زیمز مرای پر دینری تر ما عطل نسته، بل پا زابل نسته، بل پا کابل نسته. امیر شیره امو سروده. امیر زبان زبان امروز است، زبان 13 سال پیش نیست، بلی که زبان پشتو امو قدیمترین اثری که مکتوب مانده از بایزید روشان است، یعنی امیر 400 سال پیش است. از 400 سال او طرف ما یک اثر مکتوب به زبان پشتو نداریم، و این 12 سال 13 سال که، یعنی از فردوسی 300 سال پیشتر بوده و هم یک شعر مانده. این حال فردوسی در 60,000 بیت 51,000 بیت متعلق به فردوسی است، و 8,000-9,000ش متعلق به دقیقی و دیگر قصاص. در او 10 یا 15 کلمه اگر عربی آمده باشه، فارسی خالص مطلق است، شاهنامه است، فارسی خالص مطلق است. او معلوم میشه که 900 سال پیش زبان با او درجه رسیده بود که اونا امیر شکرد. این حال قدامت زبان نشان میده که 900 سال پیش که این رقم زبان بوده که از عربی کمتر استفاده کرده و کلمات خالص فارسی است. توانا بود، هر که دانا بود، با دانش خیلی پیر برنا بود. امیر این چیز در امیر چیز ما در پشتون نمیافیم. امیر چیزی که امیر کرول آوردن، امیر کرول متاسفانه در اولادی امیر پولاد به نام امیر کرول کسی نبوده و هیچ جای به نام ازی وجود نداره. از این خاطر اینه میگن که جعل است. ما دیگه بسیار دقیق مطالعه در ایسه علمان ندارم، ما با مطالعه عادی و سطحی که کردیم، مجله ها را خواندیم جدا بیا. الفنستون یک وقت به کابل آمده بود، عبدالحی حبیبی ازش پرسان کرد که امی چیر تصدیق کنه که اینمی پشت خزانه کتاب 12 سال 13 سال پیش پشت خزانه دیم. او گفت با کتاب کتاب نبینم، کاغذش نبینم، طرز خطش نبینم، زبانش نبینم که زبان چی وقت بوده، من نمیتونم که بکارم، تصدیق نکنه، تصدیق نکنه. از این خواست داد تو اونا حاضر نشدن که کتاب نشانش بدن؟ نه قطعا، خب نبود، کتاب نبود، کتاب نبود، یا اگر بوده با قلم نوشته شده بود. عبدالحی ببی در یک جای گفته که مگه زبان مرده پشتو را زنده ساختیم. آیا این میتونه خدمت باشه به زبان پشتو؟ دلش میخواست، دلش میخواستم یک کسی اجازه بده که یک چیز آرزو داره، اما آرزویش در جهان علمی امروز برای هر چیز مدرک و سند میخواهد. ولی بدون از اون نکته که گفتم از زبان زنده ساختم، بله. بدون از اون کدام نوشتی دیگه از آقای بیدی نوشتی دیگه چیز نه 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 حقیقت چی نکنه، فقط این می چیز مانده که گفتن بیارم و سندم کتاب بیار ما ببینیم کاغذش از روی کاغذش فهمیده میشه که با کدام سال مربوط است، از روی نوشتهش با کدام عصر مربوط است، از روی املایش، از روی کلماتش. از زمز برای پا دیر نریف ترما اصل نسته، زبان امروز است، زبان 12 سال پیش نیست. و از که بایزید روشان که شما بخانه آخوندرویزه مقابلش است، بیشتر که نامش از یاد آخوندرویزه این مقابلش است، این پشتوی زیر که شما بخانه و میفهم که با کلی از این چیز دور است، از زمز برای در حال که 400 سال سابقه داره. دیگه من بسیار جرأت میکنم که همی گپ میدونم اگر نی بدار میکشنم. اظهارات محترم ناشناس در مورد کتاب پټه خزانه واکنش های متفاوت را در صفحات اجتماعی در پی داشته است. در این میان دکتر خسرو سنگروال در صفحه فیسبوک خود نوشته: هدف برگزاری این محفل فقط به عزت کردن قوم پشتون و به اهمیت ساختن ارزش های افغانستان بوده.
و نکته تراژدی این است که یک گروه متعصب استاد ناشناس را در حین ریش سفیدی وسیله قرار دادند تا به فرمایششان اثر ادبی پټه خزانه را جعلی خوانده و همچنان به شخصیت های چون احمد شاه بابا و امان الله خان توهین نماید. از سوی دیگر عبداللعلزاد اظهارات ناشناس را در مورد پټه خزانه اعتراف شجاعانه خوانده و گفته که وی آبروی خود را از این جعلیات تاریخی خلاص کرده. این در حال است که در اخیر سال قرار است یک رساله از مجموعه سوالات و واکنش‌های برخواسته از این کتاب توسط گردآورنده این کتاب به چاپ برسد.